سلام علیکم، معرفی میکنم خدمتتون، جناب آقای برزوخان هستند. معرفی؟ این شهره یه دو گیتی که نیاز به معرفی ندارد. آه، خیلی خوش اومده اینجا. آقای لوتوس خان ما رو میشناسه، دیدیم هم دیگره. پیش از آن که هیبت رعنای شما رو ببینیم، آوازه شما رو از آشیل شنیده بودیم. ببخشید کدوم آشیل رو میفرمایید الان؟ آشیل خودمون دیگه. آشیل خودشانه میگه، مشناسمش آشیل خودشانه. آشیل نقل میکرد که از رعب دیدن یک سردار ایرانی شبا خواب ندارد. الهی ای جانو. او همان گونه که صدایش میلرزید میگفت، برزوخان سپه سالاری در مشرق زمین میزید که هر چند وقت یک بار یک توک پا میآید اروپا را به آتش میکشد میرود. خیلی هم ایجیر نبوده، یعنی ای آشیلشون به ما همیشه لطف داره. شکست نفسی نکن. تو کیستی که راین و دانوب خون میگریند و آلپ میلرزد بر خود از هیبت تو؟ نه که گفت کی بودن اینا؟ یونانی هن؟ نه کوه رودخونه هن. خودم میدونستم، داشتم سر صحبت رو با هم کردم. آه چه شیرین سخن میگویی. با مایی؟ آه چه کسی میتواند جز تو چون این لحن و آهنگ زیبایی به زبان پارسی بدهد؟ مرغ سحر. من نمیدونم چرا همش هی از این خوشم میه. الان دقیقاً چی میخواین از جونش؟ آه نگاه کن مستشار، ببین چگونه خطوط متقارن صورتش با انسان سخن میگوید. گویی هر کدام از سبیلهای مردانش یک شمشیر نیمه خمیده‌اند. پیشانی بلندش پهنه گیتی است در این سراشیبی سقوط. جونم راست میگی؟ آه سرزمین حاصل خیز روی سرش را بنگر، همجوری شیوید شیوید موهایش میارزد به کل جنگل‌های آمازون. مستشار جون ننت ای رو بردار ببر با خود، ببرش رو ما حالم بده. بریم مستشار. بریم. دستت درد نکنه. الهی تب کنم، شاید پرستارم تو باشی. ایمو رو دیوه نمو کنه. سلام علیکم. ببخشید. سلام و زهرمار. همینجوری سرت رو میندازی به تو خلوت ما؟ نه علیحضرت، من میخواستم یه چند لحظه وقتتون رو بگیرم. شما کلا خیلی وقت ما را میگیرید. میشینید؟ یک مقدار از همین بلوتوث یاد بگیرید. یا یک دو دقیقه از ما تعریف میکند میرود پی کارش. بله حتما هم همینطور خواهد. عرضم به حضورتون که اتفاقا بنده اومده بودم در رابطه با همین جناب بلوتوث باهاتون صحبت کنم. بلوتوث ما چه شده؟ عزیز دل همایونی ما چه بلایی سرش اومده؟ نه بلایی سرشون نیومده. ایشون سر و مرو گنده دارن تو کاخ میگردن تیغ میزنن همه رو. فقط من در رابطه با هویت واقعی ایشون دچار تردید شدم. هویتش کجاشه؟ جایش نیست. هویت اون چیزیه که میگن من هستم دیگه. اون به تو میگه؟ نه به من نمیگه، یعنی در واقع اون چیزی که میگه نیست. خب اون چیزه غلط میکنه. اون که چیزه؟ کی؟ همون که میگه نیست. کسی نمیگه. چی میگه پس؟ نه ببینید، ما این قدم به قدم با هم میریم جلو. من دارم به زبان شیرین فارسی اینجا صحبت میکنم و شما هر جا دوچار مشکل شدیم بگیم من برگردم از اول توضیح بدم. علاسد من رفتم توی لپتاپم. توی چی؟ رفتم توی لپتاپم. رفتم توی لپتاپ همون جعبه‌ای که از توش پیشگویی میکنم. و تحقیق کردم، دیدم که زمانی که، یعنی الان در حال حاضر اصلا یونانی وجود نداره، یعنی اینکه یونانی که ازش داریم صحبت میکنیم 2000 سال پیش از بین رفته. خب این که پیشگویی نیست مستشار، این پسگوییه. بله این پسگوییه. حالا به پیشگویی هم میرسیم و یونان جدید چند سال دیگه به وجود میاد. یعنی این سندی که به ما داده قلابیه؟ ما گفتیم برویم ثبت استلامش را بگیریم. چی؟ استلام یونان رو بگیریم؟ نه منم فکر میکردم که داره سر شما رو کلا میذاره در واقع و میخواد تیغ بزنه شما رو. بعد رفتم اسم بلوتوث رو سرچ کردم. بلوتوث چیکار کردی؟ سرچ کردم، یعنی تحقیق کردم تو لپتاپم، دیدم یه شخصی در تاریخ با همین هویت وجود داره، با همین اسم، با همین رسم وجود داره و انسان بسیار بزرگی بوده و در واقع یونان قدیم رو از چنگ امپراتوری عثمانی نجات میده.